با درود در نام خداوند عیسی مسیح، قلب ما، ایمان ما میگوید یک شنبه پیروزی است. عیسی زنده است، پدر بر تخت نشسته، پسر خدا به دست راست شفاعت میکنه، روح القدس بر زمین عمل میکنه. اینا حقایقی است جاودانی، اما وقایع تلخی هم داره اتفاق میفته، چنانکه که در این سرود زیبای اسقف شهید کلیساهای کوسپیان هست. جنگ و قحطی و طوفان‌ها، و بعد بنگردان میگه بیا خداوند عیسی، با تو میخوایم سوی سما بریم. در حالی که این سرود زیبا پخش میشه، اگر میتونید کتاب مقدس‌های خود را باز کرده مزمور 49 را با هم بخونیم. عنوانش اینه: چرا در روز بلا هراسان باشم؟ چرا در روز بلا هراسان باشم؟ مزمور 49. ای همه قوم ها این را بشنوید، ای تمامی ساکنان جهان گوش فرا دهید، از عام و خاص، از نیازمند و توانگر جملگی. دهان من حکمت را بیان می کند، تفکر دلم فهم را جاری می سازد. گوش خود را به مثلی می سپارم، معمای خیش را به آوای چنگ شهر می دهم. چرا در روزهای بلا ترسان باشم؟ آنگاه که شرارت خیانتکاران احاطه‌ام کند، همانها که بر اموال خود توکل دارند و به ثروت بسیار خیش میبالند. به یقین کسی فدیه جان برادر خیش نتواند داد و خونبهای او را به خدا نتواند پرداخت، زیرا فدیه جان انسان گرانبهاست و هیچ بهایی کافی نخواهد بود تا انسان جاودانه زنده بماند و گودال یا نیستی را نبیند. زیرا میبینم که حتی حکیمان نیز میمیرد و جاهلان و ابلهان جملگی هلاک میشوند و ثروت خیش به دیگران وا میگذارند. گورهایشان خانه ابدی آنها میگردد و تا نسل‌های بی پایان مسکن ایشان خواهد بود. هرچند نام‌های خود را بر زمین‌های خیش می‌نهند، اما آدمی در توانگریش بر جا نخواهد ماند. او چارپایا را ماند که از میان می‌روند. مزمور 49 را می‌خوانم و ادامش از آیه 13. این است سرنوشت آنان که جاهلانه بر خیشتن توکل دارند و سرانجام آنان که از لابگویی‌های خیش خرسندند. همچون گوسفندان برای هاویه مقرر گشتند و مرگ ایشان را شبانی می‌کند. صبحگاهان صالحان بر ایشان فرمان خواهند راند و جمال ایشان در گور خواهد پوسید، به دور از کاخ‌هایشان. اما خدا جان مرا از چنگال هاویه فدیه خواهد داد و مرا نزد خود خواهد پذیرفت. چون بینی کسی توانگر شود و شوکت خانه‌اش افزون گردد، تو را باکی نباشد. زیرا چون بمیرد چیزی با خود نخواهد برد و شوکتش همراه او فرو نخواهند رفت. هرچند در زمان حیات خیشتن را مبارک پندارد و هرچند چون کامروا باشی همگان تو را می ستایند، اما به جرگه پدران خود خواهد پیوست که روشنایی را دیگر هرگز نخواهند دید. آدمی در توانگریش فهم ندارد، او چارپایان را ماند که از میان می روند. دعا کنیم با هم. پدر، با روح القدس ما چون عروس متحد شده می گوییم خداوندا بیا. بیا در این دنیایی که پر از ظلم و فساد و
شرارت شده، در این دنیایی که فریاد مظلومان، آنانی که زیر چکمه های تکبر بزرگ مردان له شده، فریاد فقیران، دردمندان، پناهندگان، کودکان، زنان، آوارگان جنگ، فریاد ظلم و خداوندا این همه تبعیض در روز بلاست، میخواهیم در تو، در تو مأوا گزینیم. میخواهیم باور کنیم همراه با این مزمور چنونو، مزمور 91 نیست که به ما میگوید خوشا به حال کسی که در زیر ستر حضرت اعلاست، در سایه او پناه گرفته. بله خداوند، تنها جای امن حضور توست، اسم تو قلعه بلند است، برج حسین است که مرد عادل در آن میدود و ایمن میباشد. بله روزهای سخت و تلخی است و با عزیزانم و با میلیون ها میلیون عزیز و ایماندار دیگه متحد شده برای مردم مظلوم و جنگ زده اوکراین دعا میکنیم. خداوند دعا میکنیم دست تو دراز بشه، نقشه های شریرانه، طماعانه، متکبرانه خونسا بشه، نیزه و کمان را بشکنی، دخالت الهی باشه و تکبر شریران آشکار بشه. دعا میکنم دست تو دراز بشه، عزیزانم را، مؤمنین را، فرزندان را، قوم اوکراین را خداوند ترحم و تفقد کنی، ملاقات الهی بشه، به جای دنیا و دنیا دوستی لذت الهی آشکار بشه، حضور تو، حیات آشکار بشه، از ترس مرگ ای خداوند نجات و شفای تو آشکار بشه تا بدانند تو زنده هستی، ایمانشون به حرکت در بیاد، ایمانی که شاید فقط در بالا تاخچه هاست، در کتاب هاست، روی مجسمه هاست و یا در کلیسه ها و صلیب هاست، ایمانشون احیا بشه، زنده بشه، مسیح بر اونها آشکار بشه. و همینطور بر قوم روس دعا میکنم از غرور و تکبرشون آزاد شده و دست تو دراز بشه پدر، به نام عیسی مسیح، آمین 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 آمین. من با اجازه ببندم کامنت ها را. خب من فقط میخوام باز یادآوری بکنم، واقعا روزای سخت و تلخی است. یک چیزی را نوشتم، میخوام چون دقیق باشه بخونم. رئیس این جهان، پیروانش و مریدانش، پرستندگانش و اسیرانش، مجذوب شدگان و تسخیر شدگانش، فریب خوردگان و مطیعانش، ظاهراً پیروزند، ظاهراً جولان میدهند، ظاهراً فریاد تکبر سر میدهند، افرادی که سردم دارند، افرادی که به قول یک شخصی در اتاقها نشسته در امنیت، هزاران نفر اونها را حفظ میکنن از ترس جانشون، اما با یک سخن و فریاد و فرمان و قلمشون هزاران جوان را به کشتن میدن، مادران را داغ دیده، زنان را بی شوهر، بچه ها را یتیم، برای غرور و تکبر فریبنده‌ای که از رئیسشون، از رئیس سقوط کردشون، از همون شریر بهشون ارث رسید که خواستن بگن ما میخواهیم خدا باشیم. خدا کجاست؟ این وضعیت بشر و جهان سقوط کرده است. انسان سقوط کرده به خاطر خواستن اینکه بخواد خدا بشه، با همون تفکر هنوزم در اون غرور اسیره و میخواد ثابت کنه که من خدام و نیازی به خدا نیست. کو خدا اصلا؟ من میتونم. و میبینیم وضعیت را، من میتونم یعنی همین، یعنی فساد، تباهی، جنگ، خباست، شهوت، گناه، و آه و ناله فریادش بلند شده، آه مسیح بازگشت نما، آه مسیح بازگشت نما.
هزاران ساله این جنگ اوکراین، تجاوز به اوکراین نمونه ایست از تجاوز شریر به دنیایی که خدا برای زیبایی آفرید. پدر دروغگویان کارش تجاوزه، تجاوز، تجاوز به حریم، به آزادی، به امنیت، به شادی، به زیبایی، کارش هلاک کردنه. و این تاریخ بشر سقوط کرده، متکبر، دیکتاتور، منحرف، زورگوس که ادعای خدای مالکیت میکنه، میخواد اسمش پوتین باشه، میخواد اسمش هیتلر باشه، میخواد اسمش هر انسان دیگری که خود را، هر انسانی که خود را در جایگاه خدایی میبیند. این همون تکبر شریران است و یک روزی باید چشماشون باز بشه و به خدای زنده، یهوه و پدر آسمانی و داوری که عیسی مسیح است جواب بدهن. وای بر آن روز بر آنها و وای بر آن روزی که جوابی ندارند جز دیگه نمیدونم چی بگم. فقط طول دلم بود برای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین واقعا دعا کنیم، برای این مردی که بی‌محابا ایستاده با قومش، با مردمش در کیف و می جنگه و ایستاده. اما آنچه که در قلبم هست به نوعی از تاریخ کتاب مقدس چیزی به همین صورته. در روز بلا چرا هراسان باشم؟ میخوام از کتاب مقدس از اول سموئیل واقعی رو براتون بخونم. این واقعه رو من خیلی دوست دارم. شاید ده ها بار در موردها و به سبکای متفاوت پیغام دادم، چون برای من فقط یه واقعه نیست، پر از مفاهیم زیبا توش است و بی مناسبت به این روزها نبود. بگم چند روز پیش با عزیزانی دعا می کردم و نیاز به کلام بود، این کلام، و همون روز گفتم این کلام فقط برای شماها نیست، من اینو پذیرفتم، این کلام پیغام خدا برای یک شنبه، برای قوم خداست، برای هر گوشی که میشنود. شما عزیزانی که الان لایو با من هستید حدود 30 نفر و صدها و به فیض خدا هزاران نفری که بعدن گوش میدهند. اول سموئیل باب 30 را براتون میخونم. باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلغ رسیدند، دیدند امالیقیان بر نگب و بر سقلغ یورش بردند و بر سقلغ غلبه کرده، آن را به آتش سوزاندند. آنان زنان و تمام کسانی را که در آنجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده و هیچ کس را نکشته بودند، بلکه همگی را برگرفته به راه خود رفته بودند. چون داوود و مردانش به شهر رسیدند، دیدند شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. پس داوود و همراهانش با آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. دو زن داوود، یعنی اخونعم یزرئیلی و ابیجایل بیوه نابال کرملی، نیز به اسارت برده شده بود. 600 نفر همراهان داوود بودند، 600 نفر و امالیقیان حمله کردند، تمام دار و ندار و زن و بچه و غنایم را، همه را بردند، اونجا را به آتش سوزاندند. و وقتی داوود برمیگرده این چنین با دوستاش با این وضعیت تلخ مواجه میشه، انقدر گریستند. داستان اینجا تمام نمیشه. بله، میتونستن با هم گریه کنند، هم دردی کنند، شیون کنند، ماتم کنند، تاراج شدند، زنم، بچه هام، داراییم رفت، ناامید بشن، این دیگه چه زندگی است. ولی میدونید تلخی قضیه اینجاست که اون دوستان و همراهان داوود که خودشون از شهرها و دهات متفاوت فرار کرده بودند
و به داوود پناه آورده بودند و داوود اونها را رهبری میکرد، کمک میکرد و هویت پیدا کرده بودند از دست شرارت شاول و اطرافیان. حالا در این شرایط چون درد و مصیبت به پوست و گوشت خودشون رسید، یعنی زنا و بچه ها و دارای خودشون، این طوفان، این حمله، این آتش زدن اتفاق افتاده بود. آیه 6 میگه مردم از سنگسار کردن داوود سخن میگفتند. مقصر کیه؟ عقدمونا، دردمونا سر کی خالی کنیم؟ داوود مقصر توی، رهبر توی، این نقشه تو بود، رفتیم اونجا جنگیدیم با فلسطینیان، برگشتیم خانوادهمون بیچاره شدند، مقصر توی. اون درد، اون درد از دست دادن زن و بچه، آتش زده شده، همه چی، اون فریاد، اون ناله باید خالی میشد. گریستند ولی تسکینی نبود. چطور خالی کنیم؟ بیایید مقصری را پیدا کرده که داوود رهبری و همیشه هم رهبران مقصرن با اون دیدگاه، و بیایید داوود را سنگ سار کنیم. و آیه 6 میگوید داوود سخت پریشان حال بود، زیرا مردم از سنگسار کردن او سخن میگفتند، که چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشون تلخ شده بود. این واقعیت ملموس قضیه است، این واقعیت دیدنیه. زن و بچه نیست، اموال آتیش گرفته، و مقصر کی؟ داوود. حداقل بیاید سنگ بندازیم، با تخلیه خود راحت بشیم، یه انتقامی بگیریم از این رهبری که رهبری خوبی نکرد، رهبر حکیمی نبود و ما را به این بلا گرفتار کرد. حداقل تو خونه ما بودیم، هر جور زندگی داشتیم، اینطور نمیشد. میدونید اینطور وقتا ذهن انسان محدود میشه، تمام پیروزی یا برکات گذشته رو فراموش میکنه، خدا رو فراموش میکنه. الان فقط تمرکز اینه که زنم نیست، بچه‌ام نیستن، اموالم آتیش گرفته، مقصر کی؟ داوود. چیکار کنیم؟ سنگسار کنیم. یکی از یکی احمقانه تر تصمیم میگیرند. و حالا شما و من خودم رو میذارم جای داوود. دو تا زن، بچه ها، دارایی، همه چی رفته، آتش گرفته، همکاران، دوستان، همرزمانم میخوان منو سنگسار کنند. واو، فکر نمی کنم من در چنین حالتی افتاده باشم، شما رو نمیدونم. آیا شما در چنین شرایطی قرار گرفتید؟ چی کار کردید؟ فکر کردید؟ ما میخونیم داستان رو، میریم، کتابه، قصه است. حالا اگر بعضی هم که باور ندارم، بعضی وقتا میگن افسانه است، اما واقعیتی است. و اینجا امروز صحبت من، عنوان پیغام من اینه: اما من، اما تو با خدا، اما داوود با خدا. ادامه آیه این میگه اما داوود خیشتن را، اما داوود. داوود هم میتونست گریه کرده بود، میتونست همدرد بشه و شده بود، میتونست بگه تسلیم، برادران شما راست میگید، بله من رهبرم، احتمالاً اشتباه کردم، نمیدونستم، من که خدا نیستم، خواهی سنگسار کنید، سنگسار کنید. اما داوود در این آیه میگه خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد. من میخوام امروز به جای دیدن آنچه که جلو چشمتونه، مردم اوکراین، پناهنده مردم ایران، مردم افغانستان، یمن، عراق، سوریه، مردم کره شمالی، مردم کمونیست، در ایمانداران در چین، در ویتنام، در سودان، در هر جایی که ایمانداران و تو برادر و خواهر عزیز، در اون شرایطی که بله دور و برت نگاه میکنی همه چیز وحشتناکه، اون سرود خاص رو نمیتونی بخونی، همه چیز آرومه، ما چقدر خوشبختیم، نه، همه چی فریاد میزنه، بده، بیماری هست، بیپولی هست، تلخی روابط هست، درد هست، دلتنگی هست، از خانواده دورین، از اطرافیان دورین، از کشور دورین،
خب همه اینا واقعیته، نمیشه چشما رو بس بگید نیست. ولی چیکار باید کرد عزیز؟ چرا در روز بلا باید هراسان باشیم و چرا در روز بلا باید با آواز شریر هم صدا بشیم؟ فرقی دارد اینجا عزیز. تمام ایمان و اسلحه ایمان و کلید ایمان اینه که در این شرایط باید یک کاری کرد. و این کار بعضی وقتا کار نیست، بلکه باوریست و اعتراف زبانه. داوود خیشتر را به یهوه تقویت کرد. شما بگید یعنی چی کار کرد؟ نگاه کرد بالا، تقویت شد، ورزش کرد، تقویت شد، غذا خورد، تقویت شد. چی کار کرد؟ تقویت شد. خودش رو به برق وصل کرد، تقویت شد. دوتا آیه خون، تقویت شد. کاهن اومد براش مزمور خون، تقویت شد. یه نفر گفت مزمور 23 رو بخونیم، تقویت شد. داوود چی کار کرد؟ فکر کردید؟ من فکر میکنم داوود شروع کرد فکر کردن. ولی به چی فکر کرد؟ به یاد آورد خرس و شیری را که با قدرت خدا کشته بود. به یاد آورد خدا او را کمک کرد، به اسم یهوه جولیات را شکست داد. به یاد آورد در ده ها جنگ با فلسطینیان پیروز شده بود. به یاد آورد قبل از همه اونها در یک روزی سموئیل نبی اومد پیش پدر و هفت برادرش، روغن بر سرش ریخت و او را برای پادشاهی مسح کرد. داوود به یاد آورد قول یهوه را، به یاد آورد کلام زنده خدا را، به یاد آورد آنچه که من و تو چون کتاب دستمونه، ولی داوود کتاب زیر بغلش نداشت. داوود کتاب مقدس نداشت، مزمور رو داشت مینوشت، مزمور چاپ شده نداشت. داوود به یاد آورد یهوه اینا گفته، این پیغام خداست، این پیغام رویاست، این نبوت، این دعوت منه، این آینده منه، این مأموریت منه، این خدایی که برای من اینو دعوت کرده انجام بدم. پس در روز بلا هراسان نمیشم، الان من و خدا میایستیم. من و تو چطور داریم نگاه میکنیم؟ اما تو با خدا. یک نفر تمام اوضاع رو عوض میکنه. 600 نفر آه و ناله و گریه و درد و بلا و مصیبت و آتش و دلتنگی و قحطی، 600 نفر، و حالا میخوان اون نفر دیگر رو هم سنگسار کنن، پرونده بسته بشه بره و دشمنان شاد بشه و شیطان خوشحال بشه که نسل داوود داره منقرض میشه، پادشاه نمیشه و از نسل داوود مسیح به دنیا بیاد. شما اینطور نگاه کنید، شریر اینطور داره نقشه میکشه. فقط من و تو نیستیم، از من و تو، نسل من و تو، ایمان من و تو، شهادت من و تو، زندگی من و تو، این اثرش مثل یک گل برف یه بالای کوه قلط خونان به یک بهمن تبدیل میشه. شریر اینطور نگاه میکنه. برپاخیز، هراسان نباش، چشماتو به واقعیت‌های تلخ و منفی اطرافت ندوز، ایمانت رو به کار ببر، به خلوت برو. داوود حتما جدا شد چند دقیقه از اون، از اون سر و صدا، از اون همهمه، از اون فریادهایی که میگفتن سنگسارش کنید، سنگسارش کنید. چند دقیقه جدا شد، رفت و به قول برادری این تیکه رو قشنگ میگه، خودشو به سفاز پدر پسر روح القدس وصل کرد، به آسمان، نیروی امدادی، به لشکر آسمانی، به فرمانده لشکر آسمان، به پسر خدا، به اونجا خودشو وصل کرد. برادر، خواهر، هر که هستی، هر کجا هستی، هر چقدر شرایطت بد باشه، اولا صادقانه و قاطعانه میگم، هیچ انسانی نمیتونه بگه هیچ کس شرایط منو درک نمیکنه و شرایط من بدتر از هم است. این ایرانی بودنه که فکر میکنی من بدتر از بقیه‌ام، هیچ کی مثل من نیست. نه برادر، هزاران نفر، نه خواهر، هزاران هزار نفر در شرایط بسیار بدتر از تو قرار دارند. حق نداری اینطور بگی،
چون با این حالت میخوایی دلسوزی و توجه به خودت جلب کنی. هیچ کی منو نفهمه، هیچ کی تو حال من نیست، فریبه، اونم از شریره. بحران هایی هست که منو تو هنوز یک گوشش هم تجربه نکردیم، درست مثل همین. نگو واماندم، نگو آخر خطه، نگو نمیدونم چی کار کنم. بگو خدای من میتونه. داوود چند لحظه جدا شد، شاید طبق گفته مسیح به حجره خود رفت، به اون گوشه، یه گوشه از رفت، یه گوشه از صحرا و با خدا و با پدر ارتباط تقویت کرد. رویا، نبوت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، یهوه خدا با من است، همونی که خرس و شیر، شیر و خرس رو کشتم، جلیات رو کشتم، امروز با من است. دادگاه صحرای اون روز داشت حکم اعدام و سنگسار داوود را میداد. تلخ جان، عصبانی، دردمند، اما داوود، اما وارتان، اما تو چه کار داری میکنی؟ چرا به این زودی تسلیم میشی؟ چرا با روح فریب و شریر و منفی این دنیا تسلیم شده اسیر میشی و با سازون میرقصی؟ چرا اجازه میدی این افکار تو رو در گوشه؟ من میگم منو این کارو کرده بارها، من صدام از جای گرم در نمیاد، من از این روزا عبور کردم و میکنم. من هم اگر اینجا امروز هستم، همین امروز 27 فوریه 2022، میتونم به جرأت بگم اما خدا در مسیح وارد شد، از افکار، از ترس، از ناامیدی، از نگرانی، چه میشود، تو کی هستی، سنگسار بشی، رانده بشی، به درد نمیخوری، به تاریخ میپیوندی، از همه اینها مرا بیرون آورد. اگر امروز صدای من رساست، بر اینکه روح خدا در منه و همین روح در تو میخواد عمل کنه، خواهر و برادر، همین الان بگو بله خداوند، میپذیرم، من خیشتن را با پسر خدا، با روح القدس تقویت میکنم، من در جا نمیزنم، من عقب نمیرم، من تسلیم نمیشم، من سازش نمیکنم، میستم. داوود این کارو کرد. میدونی چی کار کرد؟ وقتی یافت، وقتی درونش روح القدس رو لمس کرد، این رویا، این پیغام، این نبوت بالا اومد. ادامه آیه. آنگاه داوود به کاهن گفت ایفود رو نزد من بیار. علامتی بود برای شناختن اراده خدا و داوود از خداوند مسئلت کرد. آیا به تعقیب مهاجران بروم؟ آیا با آنها خواهم رسید؟ خداوند پاسخ داد تعقیبش کن، زیرا به یقین خواهی رسید و قوم خود را خواهی رهانید. خدا جواب داد، ولی جواب خدا دقایق قبل در خلوت با داوود بود. داوود در خلوت جواب را یافت، تقویت شد، انگیزه یافت، امید یافت، حیات یافت، ایمان یافت، بلند شد، نه از سنگسار ترسید، نه از فریاد اونها. چی شد که اونا که میخواستن سنگسارش کنن کاری نکردن؟ چون دیدن یهوه ملاقات کرده داوود رو، داوود با قوت اومد، مثل که صورت او، رفتار او نشون میداد که الان من یک سردارم، مثل سردار برگشت، مثل یک شکست خورده بر نگشت، مثل یک ذلیل بر نگشت. و مردم دیدن، کاهن دید و خدا جواب داد. و داستان رو کوتاه کنم، رفتند با 400 نفر حمله کردند، تمام زنا و بچه ها و اموال و دارایی را همه را پس گرفتند و برگشتند. اگر شریر به تو حمله کرده، به خونه تو، به خانواده تو، به سلامتی تو، به روابط تو و تاراج برده، مریض کرده، اسیر کرده، حق توست، حق من، حق توست، بیستی با دعا و اسیران را آزاد کنیم، تلخ جانان را آزاد کنیم، مغرورین ابلیس را آزاد کنیم، چون پسر خدا برای همین اومده. این انجیله، انجیل عملی در دنیای سقوط کرده ای که شریر داره سلطنت میکنه،
دنیا در شریر خوابیده، رئیس این جهان داره عمل میکنه، زمین زمین اوست. فراموش نکنید الان ما در زمین ملعونیم، اما ما از آسمان با مأموریت هستیم. واو، ما سفیران آسمان بر زمین هستیم، پیغام آسمانی داریم، مس الهی، قوت الهی. با یهوه خیشتن رو تقویت کن، با کلام خدا، با وعده خدا. وعده نداری برو بگیر، این وعده ها مال توست. بیش از 8000 وعده، هزاران هزار دروغ شیطان میگه، خدا وعده داده. و کلام خدا میگه غنایم را گرفتند، یه دیره برای مشایخ پخش کردند و با این پیغام، آیه 26، پیشکشیست برای شما از آنچه از دشمنان خداوند به غنیمت گرفته شده است. برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت، زنت، بچت در مشکل، مریضه، مشکل روحی، جسمی، اسارت داره، با یهوه خیشتن رو تقویت کن، با ایمان. مرثیه نخون، اشکال نداره، اول مرثیه رو بخون، باش، اول مرثیت رو بخون، اول گریت رو بکن، اول قلبت رو بریز، اول اون چرا که میخوای انجام بدی بده، ولی بعد چی؟ بلند شو، نمیشه تو آخر مرثیه خوند. گریت رو بکن مثل داوود، حال گریه نداشت، میخواستن از سنگسارش کنن، ولی بلند شد، با یهوه خیشتن رو تقویت کرد. من میخوام یک نمونه دیگه از کلام خدا براتون بیارم و ببینیم که خدا چطور عمل میکنه. قبل از اون، اگر داوود نمی ایستاد شما به من بگید چی میشد؟ اگر داوود خیشتن رو با خدا تقویت نمیکرد، داوود رو میکشتند؟ آلا خون والا خون، نه رهبری، نه خدایی، نه حکمتی، نه معجزه‌ای، نه سلیمانی، نه نسلی بعد از اون که مسیح باشه. خدا میتونست، ولی خدا اینجا دخالت کرد. چرا؟ چون یک نفر ایستاد برای خدا. همیشه خدا افرادی را دارد که براش میایستند. بیا من و تو جزوون افراد باشیم، بیا بیستیم حتی در زمین دشمن، مثل همین رئیس جمهور زلنسکی مال اوکراین، بیستیم. خدا برای ما میایستد، تو بر زمین، آنگاه خدا از آسمان. حالا میریم یک واقعه کوتاه‌تر، اما برای من خیلی 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 پر برکته و میتونم برای شما، میدونم باعث برکت میشه و یک نمونه است از همین شفاعت و دخالت. داستان باب 22 انجیل لوقاست. داستان شب آخره، بعد از شام آخر، شب مصلوب شدن مسیح، شب مصلوب شدن بعد از 3 سال و نیم خدمت، موعظه، شفا، معجزه، زنده کردن مردگان، نمیدونم غذا دادن، همه اینها شب آخر. شام را هم تقسیم کرده، گفته من دارم میمیرم، شما دوستان من، شاگردان من، همه اینا، به خصوص در انجیل یوحنا باب 13 14 15 16، همه اینا رو گفته. در آیه 24 همون باب، نیز جدال میانشان در گرفت در این باره که کدام یک از ایشان بزرگتر است. وضعیت مسیح رو تصور کنید، داره میگه میرم بمیرم، قربانی بشم برای شما، برای نجات بشر، این نان من، این خون من. همون شاگردان دارن دعوا میکنن، حالا تو که رفتی، رئیس کیه بعدش؟ رئیس کیه؟ شریر میخواد غربال کنه. در آیه 31 مسیح داره میگه، ای شمعون، شیطان اجازه خواست شما را، یعنی همتون را، همچون گندم غربال کند، اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود، پس چون بازگشتی برادرانت رو استوار بدار. شیطان طبق عادت، یوحنا 10:10، آمده بکشه، بدزده، هلاک کنه، لغزش ایجاد کنه، اومده و
و همینجا میبینیم بین شاگردان دعواست. رئیس کیه؟ تمام ایمان رویا داره زیر پا نهاده میشه. تمام دعوت مسیح مأموریت داره اینجا بین بچه ها دعواست. پتروس، رسول یوحنا و دیگران، رئیس کیه؟ واو، شیطان داره کارشو میکنه. متاسفانه شیطان داره کارشو میکنه. ما هستیم که ندانسته همکاری میکنیم با او، به جای اینکه با روح خدا همکاری کنیم. ما با تلخی هامون، ما با قضاوت هامون، ما با تکبرمون، ما با غیبت هامون، ما با گفترهای پشت سر و قضاوت کردن ها، اتیکت زدن ها، با او همکاری میکنیم و هم کیف میکنه، به جای اینکه روی او را، خداوند را بطلبیم و بخشش و شفا باشه. شاگردان دعوا میکنن، شیطان خوشحاله، ولی پس مسر خدا مسیح نمیتونه، اونم کار خودش رو میکنه. شیطان کار خودش، شاگردان کار خودش، مسیح هم کار خودش. کار خود او چیه؟ شفاعت. پتروس، پتروس، شمعون، شمعون، صخره، صخره، کجا داری میری؟ میخوای رئیس بشی؟ میخوای فکر کنی بزرگتر از همه؟ چون چند آیه بعدش میگه من با تو میمیرم. میخوای باز حرفای بزرگ بزرگ بزنی؟ تکبر تو رو گرفته؟ شیطان داره همه تون رو غربال میکنه. من دارم میبینم این صحبت شما از اینه، اما من دعا کردم تا ایمان تو پتروس تلف نشه. برادر من، خواهر من، پسر خدا به دست راست پدر نشسته. عبرانیان 7:25 و رومیان 8:34 شفاعت میکنه تا ایمان من و ایمان تو تلف نشه. بپذیر. اما من، اما تو با خدا. پتروس انکار کننده دقایق بعد، لغزش خورده، سقوط کرده، متکبر، وقتی مسیح بعد از اون صدای خروس بهش نگاه میکنه، پتروس تلخ گریه میکنه، گریه توبه. مسیح خصوصی ملاقاتش میکنه. بعد از قیام به مریم و خواهران، بعد از قیام میره میگه به پتروس بگید. پتروس هم ملاقات میکنه و اون پتروس میشه همون باب 2 اعمال، موعظه نجات، باب 10 خانه کورنلیوس. برادر من، خواهر من، یک نفر مسیر رو میتونه عوض کنه. یک نفر با خدا میتونه اکثریت رو عوض بکنه. یک نفر با خدا میتونه مسیر تاریخ رو عوض کنه، چون که تا امروز هزاران بار اتفاق افتاده. یک نفر، ولی با خدا. بیا من و تو با خدا. دیگران کجا میرن؟ دیگران چی میگن؟ چه شعارهایی میدن؟ چه نقشه هایی دارن؟ چه برنامه هایی دارن؟ حتی برای تو چه نقشه هایی دارن؟ به ضد تو چه حرفایی میزنن؟ برای تو چه آشی پختن؟ به اونها مشغول نشو، به اونها نگاه نکن، به زانو در بیا، روی او را به طلب، وعده های او را، کلام او را، خودت را با پدر و پسر و روح القدس تقویت کن. و وقتی بازگشتی برادرانت را استوار نما. داوود رفت خلوت، ملاقات شد، تقویت شد، برگشت، 600 نفر را احیا کرد و بیش از 1000 نفر برکت یافتند. زنها، بچه ها، بیش از 1000 نفر به خاطر یک داوود که نپذیرفت در اون تلخی بمونه، اجازه نداد یأس، ناامیدی بر او غلبه کنه، چون میدانست، چون چشیده بود، چون تجربه داشت که خدای او زنده است، خدایی که شیر، خرس، جلیات و کارهای دیگر رو معجزات کرده بود. خدای من و تو نیز همچنین است. باور میکنی؟ آیا باور میکنی؟ امروز با اون مزمور 49 در روز بلا، در روز تنگی، در دوران پناهندگی، در روز بیکاری، بیپولی، مشکلات، مریضی، دلتنگی، چرا هراسان میشوی؟ چرا طوری وانمود میکنی که خدای تو مرده است؟ چرا طوری زندگی میکنی مثل که خدای وجود ندارد؟
رفتار من و تو بعضی وقتا طوریست که خدای ما مرده، زنده نیست، قادر نیست و این توهین به خداست. بیاید اول توبه کنیم از اینکه نسبت به او بی ایمان بودیم، از اینکه او را زیر سوال بردیم. او ما را میبخشد، ولی بیایید خود را تقویت کنیم، بیایید دعا کنیم با هم، روی او را بطلبیم. خدا دنبال افرادی مثل من و تو میگرده که در انتهای ضعف و یأس و ناامیدی روی او را بطلبند، بیستند و بعد اونها را استوار میکنه، چون برامون داره دعا میکنه. ایمانمون تلف نشه، ولی بلند شدیم تقویت کنیم با کلام و دیگران را استوار کنیم. بیایید با هم دعا کنیم. او هللویا، او لکتا شکا پریدیا، او ریکا پردا بسگا بابا برالارا، او ریکتا شکی پریدی بیگارا برا. پدر به نام عیسی مسیح، به نام پسرت که همین الان، همین الان داره برای من، ما، کلیسای تو، عزیزان ما، چه در ایران، چه در ترکیه و حتی در این روزهای سخت در اوکراین شفاعت میکنه. میلیون ها مسیحی دارن دعا و شفاعت میکنن. ما نیز با اونها متحد شده، با آسمان تو متحد شده و میگوییم ملکوت تو بیاید. باور میکنیم تو قادری، باور میکنیم تو زنده ای، باور میکنیم تو میتونی. به چپ و راست نگاه نمیکنیم، به وقایع و حوادث نگاه نمی کنیم، به چیزهای زمینی واقعی نگاه نمی کنیم، بلکه به حقیقت زنده بودن تو. او یکتشکی برولو روسیا، دعا می کنم هر عزیزی که این پیغام رو همین الان و بعد می شنود، روح القدس تو رو لمس کند. آتش در اون مشتعل شده، یخ سردی بی ایمانی و ناامیدی آب شده، محبت و عشق الهی تو او را برانگیزاند، برانگیزاند، بلند بشه و باور کنه و ببینه که تو زنده و خدای من هستی، خدای ما هستی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم برای تک تک عزیزان، برای دل شکسته ها، برای ناامید ها، برای آنانی که خستن. به نام عیسی مسیح حضور تو اونها رو لمس کنه، آتش تو روزها و هفته های طولانی اونها رو لمس کنه. هر نه خرد شده ای بلند بشه، هر فتیله نیم سوخته مشتعل بشه، چون خدای ما خدای زنده است. برای جلال پدر، به نام خداوندم عیسی مسیح و قوم خدا یک صدا میگویند آمین. واو، فراوانی خدا بر تو، بر تو ای برادر، بر تو ای خواهر، بر تو ای همرزم، بر تو ای فرزند خدا، چون پسر خدا داره همین الان برات شفاعت میکنه. بلند شو، استوار شو و برادران و خواهرانت را هم استوار نما. در نام مسیح، آمین.